هستن؟ آقای امیری لطفا صبر کنید، آقای افشار خوابن. شما منو بدبخت کردی. بدبختم کردی. آقای افشار من بهشون گفتم شما دارید استراحت میکنید. خیلی خوب، شما بفرمید. بفرمید. چه خبر؟ مرد. شنیدم. خوب شنیدم. بنده خدا، خدا بیامرزتش. اتفاقی افتاده، کارش نمیشه کرد. نمیشه، من خیلی سنگینم. برای تو که نباید فرق کنه. سنگینه برای خودتو ببازی، عذاب من بیشتر میشه. بیا خودتو جمع شور کن. مرد. بگو سامانه. خودم هم نفهمیدم چی شد. اول پرستاره گفت بهتره، ولی دو ساعت بعد که بابا با اینا رفتیم بالا گفت مرده. اگه میدونستم اینجوری اصلا نمیذاشتم بابا بیاد بیمارستان. این همه من بهت سفارش کردم، آخرش رفتی گن زدی. خب چی کار کنم، هر کاری کردم نتونستم جلوشونو بگیرم. حالا بابا که چیزیش نشده؟ نه، فقط یه کمی از دهنش خون اومد. مرتی که آشغال، اگه دستم بهش برسه. ببین نیما، بابا خیلی به هم ریخته بود، گذاشت بیمارستان رفت بیرون. مامانم خیلی نگرانشه، گفت تو بری دنبالش. من آخه تو این شهر درندش چجوری پیداش کنم؟ فکر کنم رفته شرکت، یعنی به ما که اینجوری گفت. خب اینو از اول بگو. باشه، میرم شرکتشو میارمش خونه. مواظبش باشی یا. خیلی خب، کاری نداری؟ نه دیگه، خداحافظ. نیما میره دنبالش. ای خدا، این چه بلایی بود سرمون اومد. من اولاق همون شب باید میفهمیدم که طرف چیزی شده دیگه. منم که همون شب به تو گفتم طرف ممکنه بمیره، یادت نیست؟ وقتی شما 200 میلیون تا به من برای یه کار بی‌اهمیت میخوای پول بدی، خب من باید بفهمم که طرف یه چیزی شده دیگه. من گول خوردم. الانم دیر نشده که. من میخوام برم اداره پلیس، هر چی هست و رو کراس بذارم کف دستشون. امیر عزیز، تو چرا همه چی قاطی میکنی؟ اگه من اون پولو دادم برای این بود که اگه میرفتم و تصادف و گردن میگرفتم معلوم نبود چی بشه. خیلی خوب، چی می‌خواست بشه؟ همون جور که من یه روزه اومدم بیرون، جناب عالی هم میمدی بیرون یه روزه. من بدون گواهینامه میرفتم بالای دار. امیری عزیزم، من که وضعیت خودم اون شب برای تو گفتم. باور کن هر شب تو خواب کابوس می‌بینم. تو کارتو انجام دادی، یه تصادف و گردن گرفتی. خب دیگه به زنده موندن یا نموندن طرف چی کار داری؟ اصلا فرض کن طرف زنده است. چی میگی شما؟ اگه منو بزنن زندون، تو زندون چی کار کنم؟ ها؟ چی میشه؟ اون دایه رو دیدی؟ امروز یقه منو گرفته بود، میگفت اصلا از خون خواهرزادش نمیگذره. نگذره. چی کار میخواد بکنه؟ شکایتشو کرده، تو هم الان تو دادگاه پرونده داری. تو چند روز دیگه هم دادگاه تشکیل میشه و قاضی حکم میده. حکمشم دی است، تمام. خب اگه برام زندان بریدن چی؟ تو دیوونه ای؟ برای چی زندان ببرن؟ خب اگه گفتن فرار از صحنه تصادف باعث مرگش شده چی؟ امروز تو بیمارستان میگفتن همین ممکنه بذارن تو پروندت. تصادف غیر عمد بوده، فرارم که مسئله مهمی نیست. تو هم که رفتی خودتو معرفی کردی. با این حال من از دنیا میفرستم بره تحقیق کنه. ببین امیری، من سر حرفم هستم، نمیذارم یک روز، حتی یک روز بیفتی زندان. من که نمیدونستم که فرار از صحنه تصادف باعث مرگ اون شده. اگه میدونستم که قبول نمیکردم. کی گفته که فرار از صحنه تصادف باعث مرگ اون بابا شده؟ تو چرا از پیش خودتو مجرم میدونی؟ من نمیگم، اونا میگم. اگه از صحنه تصادف فرار نکرده بودی اون نمرده بود، الان مرده. میفهمی؟ متوجه؟ مرده اون. مرده. حالا اگه ثابت کنن که فرار از صحنه تصادف باعث مرگ شده چی میشه؟ شده باشه. پس وکیل واسه چیه؟ میفته دنبالش، میگه ترسیده بودی. ترسم که جرم نیست، بر خیلی اتفاق میفته. من میدونستم که آقای افشار با من کاری نداری؟
نه نه من همه کاری که گفتین رو انجام دادم، تلفن‌ها رو زدم، سفارش‌ها رو فکس کردم، ایمیل‌ها رو همه رو زدم. باشه باشه برو. فقط پسر آقای امیری بیرون منتظرن. بگو ما همین الان جلسه مون تموم میشه. پس با اجازهتون، خدا نگهدار. باشه برو. من میگم عذاب وجدانم رو چیکار کنم ها؟ اون رو چیکار کنم؟ اگه مادر این منو نفرین کنه چیکار کنم؟ اگه نفرینش بیاد تو زندگیم چیکار کنم؟ اگه نفرینش یقه همین پسر رو بگیره چیکار کنم؟ بابا من به اون زدم، من اون وقت عذاب وجدانش میمونه برای تو. ولی من گردن گرفتم، من گردن گرفتم. حالا میگی چی؟ چیکار کنیم؟ من میرم به هم به پلیس همه چی میگم. امیری مرد حسابی تو فکردی الکیه؟ یه روز بری بگی من زدم، فرداش بری بگی نه دروغ گفتم، من نزدم. تو خیال میکنی دروغ گفتن به پلیس جور نیست، زندان نداره؟ تصادف با یه دیه حله، دیهش هم نیمه میده، اما سر کار گذاشتن پلیس و بازپرس حتما زندان داره. حالا میره خودت هم میخوای بری برو. ولی دروغ گفتن که بهتره، دروغ گفتن بهتر از اینکه آدم بکشه آدم، بهتر از اینکه بگن یه نفر رو کشتم. تو میخوای به اونی که بیرون نشسته چی بگی؟ امیری خانواده شما کی میخواد آسایش داشته باشه؟ کی؟ تو فکر میکنی اگه اون پسرت بفهمه تو 200 میلیون دستت بوده و به بادش دادی چیکار میکنه؟ سلام. سلام. سلام نیما، چطوری تو؟ خوبم ممنون. تو اینجا چیکار میکنی؟ هیچی، ماما یکم نگران شد گفت من بیام دنبال شما. با اجازه آقای مهندس، بریم. با اجازه تون آقای مهندس. نیما، فردا تماس بگیر بیا باهات یه کاری دارم. چه کاری؟ حالا بیا با هم صحبتی داشته باشیم. باش چشم، خدا حافظ. نیما این بابات هم زیاد نظر بره سر وقت اون خانواده. من خودم اصلانی میفرستم جلو باشون حرف بزنه. باشه چشم، بازم ممنون، خداحافظ. مامان اینجایی؟ چرا تو تاریکی نشستی؟ چی شده؟ حالت خوب نیست؟ ای بابا زندگی ما دیگه زندگی میشه. بابات خیلی کم مشکل داشت، حالا اینم. فکر میکنی ساده است آدم با کشتن یکی دیگه کنار بیاد؟ پس ما این وسط چی کاره ایم؟ حواسمون بهش هست. من خودم میذارم جای اون مادر، تاقه اولاد دیده سخته. میدونی اگه آهش بیاد تو زندگی ما چی میشه؟ خب بابا که از قصد بهش نزده که آهش بیاد تو زندگی ما. سلام، کسی خونه نیست؟ اینجاییم خانم دکتر. به بهاره گفتین؟ نه، من بهش میگم. بابا حالت خوبه؟ آره. میخوای کم بشینی؟ نه، نمیدونم امروز چرا خستم. بذار من میارم. نه، این باید پیش خودم بشه. بچه های تو 2 روز دیگه همه چی یادشون میره، تو چقدر ساده ای. باز شدن بچه های من؟ این طفلکی ها اینقدر دارن قصه تو رو میخورن و تو اینجوری میگی راجبشون؟ همین الان بهاره داشت میگفت تو اتفاقی که برای بابا افتاده ما مقصریم. بیا نه ریختم برات.
دستش درد نکنه. ولی الان دیگه خیلی دیر شده. هیچ هم دیر نشده. بازم خدا رو صد هزار مرتبه شکر. بله، به خصوص وقتی افتادم گوشه زندان. چقدر پریشونی؟ چنقدر خودتو باختی؟ قوی باش. من حالم بده. میفهمی حالم بده؟ ممکنه بیان دنبالم دمت همین در منو بردارن ببرن. اگه مسجل بشه فرار من باعث مرگ این بابا شده، میدونی چند سال زندان برام میبرن؟ آن؟ وقت جناب والا اومدیم که قوی باش. بچه ها به فکرتن. اگه من تو این خونه نباشم، اونا میخوام به کی تکیه کنن ها؟ به کی؟ بگیر اینو. اصلا حوصله درس خوندن ندارم. تو میگی چی میشه؟ نمیدونم. همش با خودم فکر میکنم که ای کاش بابا فرار نکرده بود. آره، ای کاش. امروز تو مطب دکتر چند بار ازم پرسید که چته. تو که چیزی بهش نگفتی؟ نه بابا، دیوونه ای. همین نمونده که همه چیز زندگیمونو بذارم کف دست دکتر. دنبال چی بودیم چی شد؟ اگه به بابا حکم زندان بدن چی؟ احتمالش هست، چون فرار کردم. الو؟ بله سلام. بله بله همینجاست. بله هستن. امروز؟ چه ساعتی؟ باشه، خیلی ممنون. از دادسرا بود، گفتن که امروز برین اونجا. از دادسرا. چجور لباسی تنش بود؟ منظورم کته، کاپشنه یا هر چیز دیگه؟ من خدمتون گفتم دقیقش یادم نیست، فقط یادمه که تیره بود. توی کدوم لاین داشتی رانندگی میکردی؟ خب تو همین لاین دیگه. اون وقت آوردش دقیقا از کجا رد میشد؟ از اینجا. مطمئنی؟ بله دیگه، همینجا بود داشت میرفت اون بر. کجا افتاد؟ اینجا دقیقا میتونی محلشو نشونم بدی؟ کمرم درد میکنه، یعنی اینجوری افتاد اینجا. توی گزارش اومده بود که چند نفری شاهد تصادف بودن که داشتن دنبال ماشینت میدویدن، درسته؟ من گفتم بهتون یا تعدادشون رو یادم نیست، ولی آره یه چند نفری دویدن پشت ماشین. خب کار ما دیگه تمومه. یعنی حالا میرم زندان؟ با قاضیه، به هر صورت فرار از صحنه تصادف خودش جرمه. یعنی هیچ امیدی نیست؟ امیدت به خدا باشه. بله، چشم. بفرمایید. نه شما بفرمایید. بعد این همه سال رفاقت نبود یه خبری به ما میدادی؟ آره جون، تا اومدم به خودم بجنبم دیدم تو بازداشتگاهم. واسه گرفتن رضایت کاری کردی؟ آخه اگه دیه رو بدی دیگه رضایت بدم ندم فرقی نمیکنه. چرا؟ فرق میکنه، واسه دل خود که فرق میکنه. داستان اون کوسه‌ای یادته؟
کدوم اونی که عجلش نرسیده بود؟ نه اونی که عجلش رسیده بود و گیر کرده به قایه. قضیه این بابام همینه، عجلش رسیده بوده، شما وسیله بودی. آدرسی چیزی ازش داری؟ من دیروز رفتم بیمارستان عیادتشون، دفعه از کتکم زدم. اشکال نداره، اینجوری خودشون رو خالی کردن، سبکتر شدن، راحت‌تر عزت میدن. اگه دیروز فوت کرده باشه امروز میبرنش برای مراسم خاک سفاری. یه خبری از بیمارستان بگیریم بعد بریم برای تشییع جنازه. ببین من نمیام. لازمه که بریم. میترسم اخو ببیننم باز کتک میخورم. نترس، غم آدم رو عاقل‌تر میکنه. نیم ساعت پیش بردنش. بریم سوارش. تو که به این بازپرس حرفی نزدی که. بازپرس کیه؟ نه چیزی نیست، حالا بیا. ساکتی آقا همه؟ بالا چی بگم؟ تو که همیشه ما رو نصیحت میکنی بازم بکن. راحت باش. این همه نصیحتت کردم، فایده ای هم داشت. آخه من نمیفهمم. تو که هیچ وقت رانندگی نمی کنی. میری ماشین یه نفر ور میداری، بدو بدو میری تو اتوبان، میزنی به یه نفر دیگه، فرار میکنی، بعد هم همه رو دوشار در سر میکنی. ببخش، ما معذرت میخوام، گفتیم من نزد یه بس. عرو سلام. سلام، چی شو؟ هیچی، سری سوال جواب. چرا یه زنگی به آدم نمیزنی؟ حالا زنگ بزنم که چی بگم؟ هیچی بابا، هیچی. الان کجایی؟ با علا داریم میریم اینجایی. جایی یعنی چی؟ کجا؟ سر خاک. آخه داریم میریم تشییع جنازه اون بنده خدا؟ خب کاشی به منم زنگ میزدی میومدم. حالا که رفتیم یه موقع از رضایت و اینا حرفی باشون نزن یا داغم. ببین رضایت مال زمانی که هنوز نمرده. وقتی که مرد چه رضایتی؟ یه دیه بعد بدیم تموم بشه برید. یه دفعه تو بیمارستان شلپر شدن بسن. بعد دیگه با اون دور وای میستیم تسلیت میگیم. که؟ اصلانیه دیگه، من وکیل شرکته. آدم خوبیه، فکر کنم افشار فرستادش بیاد دنبال کارای من. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ من خب اومدم برای عذرخواهی. بالاخره یه عذرخواهی به خانواده مقتول باید بگیم دیگه. عذرخواهی؟
داری پسره کشتی بدی عذرخواهی کنی؟ نمیذارن تو حرف بزنی، دهن تو بکنی، خانواده میذارم سرت. ببخشی. برو تو دایی نهیده، برو. چشم. بریم. چشم، چشم. دیگه موقعی حرفا نیستش که. معلومه. ارز عصبیه. دایی همونه دیگه. شما باش مردم برمیگرد. باشه، فقط اسمی از من نیار. تو نگو من اینجا. خیالتا. دیدیشون؟ من رو طیبه اول فکر میگردیم آدم های خوبی هم. به نظر میاد مادر آدم خوبی هم، اما اون داییه هم همون من رو زد دیگه. گفتی باسم حواست باشه، باد ازش پریز کرد. من عمرم برم دم پرش. حالا به خدا کوسه های تو شرف دارم به این. چرا انقدر زود؟ چی شده؟ فردا دادگاه باباست. ایشالله با این نظر و نیازهایی که کردم همه چی ختمه به خیر میشه. بله، البته اگه نگن دیر رسوندنش به بیمارستان باعث مرگ شده. من میگم آقای اسرانی هست. من اینجا گری هرچی هرچیه بزنی در بی. مملکت قانون داره، قانونم کار نکنه خودم داره سره قاتل اری ری 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 نشی آقا بفرما خب اگه حرفی دارید بفرمایید. نه من الان خدمتتون میگم ترسیده بودم، بعد از تصادف ترسیده بودم، برای همین رفتم، وگرنه که خب ایشونو میبردم بیمارستان دیگه. البته بعدش بلافاصله نوشته دیگه که من اومدم، یعنی رفتم کلانتری خودم معرفی کردم. شما اگه حرفی دارید بفرمایید. بله جناب قاضی، با عنایت به اینکه موکل من متهم آقای امیری هیچ گونه سابقه ای ندارند و خودشون به کلانتری مراجعه کردن و خودشون معرفی کردند و با توجه به گزارش پزشکی قانونی که اصابت سر آقای قربانزاده به جدول خیابان باعث ضربه مغزی شده و در واقع دیر رسیدن ایشون به بیمارستان باعث مرگ ایشون نبوده، از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم نهایت درجه تخفیف رو برایشون قائل بشم. حرف دیگه نیست؟ خیر، عرضی ندارم. ولی آقای قاضی ببخشین، این داییشون که خب ایشون سر تصادف نبوده ولی الان همه جا هست. ببخشید سرکار، این آقای اون رفت. چی شد؟ چی قصه میگه؟ تموم شد. ببین این آقای اصلانی واقعا آدم درست حسابه، یعنی وکیله. من که تو عمرم همچی وکیل ندیده بودم. قاضی یه سوال میکرد، این چنان جواب فنی بهش میداد که اصلا میمون. البته از حق نگذریم، قاضی هم آدم خوبی بود. آره. یعنی تموم شد؟ اصلا پرونده رو بست، گفت شما برین. لاش. خب حالا چه حکمی داد؟ منظورت چیه؟ حکمی که الان نمیدن، یه چند وقتی طول میکشه تا حکم صادر کنن. تو بهتر میدونی، اصلا تو بهتر میدونی آقای اصلانی. آقای اصلانی ببخشید. من یه سوالی. شما بفرمایید من بعدم میام. ما بریم؟ شما بفرمایید. اصلا میگی شما بریم. بفرمایید. خب بریم دیگه. بریم. برو برو. دیگه
شما چرا زحمت میکشید؟ جعفر نبود، خانم منشی هم کار داشت. من و تو هم که این حرفا رو ندارم. بله، چشم. دیدی بهت گفتم اتفاقی نمیفته، تموم شد و رفت. اون بدبخت که راهی دیار باقی شد. حالا دیگه چه فرق میکنه که من پرونده داشته باشم یا تو؟ خوبیش اینه که این قضیه اگه برای من آب نداشت برای تو نون داشت، صاحبی 20 میلیون شدی. شیرینی بخور. فقط ببخشیم کی میتونم اینو چک و نقد کنم؟ هر وقت خواستی. فقط مواظب باش که تو شرکت کسی بویی نبره. شما خیالتون راحت باشه. ببخشیم میتونم امروز نقد کنم؟ بابا تو خرجت خیلی بالاست. 5 میلیون تموم شد؟ البته تو همین امروز هم میتونی بری پولو بگیری، اما چون تازه از دادگاه در اومدی 150 میلیون بریزی تو حسابت به چک نمی کنن. بفرمی. بله چشم. بالاخره اومدیم یه رستوران درست حسابی. از قیمتاش معلومه غذاش خیلی خوبه. هم از قیمتاش هم از ماشینه که دمه در پارکن. چون من پورشه رو دیدین. خیلی دوست دارم ببینم مال کیه. بابا انتخاب کنین دیگه. هر چی میخواین انتخاب کنین بخورین، حساب قیمتش هم نکنین، خیالتون راحت باشه. در زمین میز اردوورش هم دیدین. اونم چه بخوری نخوری رو همین قیمت اینه، پس در نتیجه تا میتونین بخورین. بعد در زمین صاحب رستوران میشناسم، از دوستای آقای افشاره، خیلی هم آدم خوبیه. بعدم یه دونه از این رستوران ها نداره، چند تا داره، یه دونه شم تو شماله. خب ما که میخواییم بریم شمال، چی از این بهتر؟ بله چرا نه، افشار اصلا چند تا پروژه تو شمال داره، من باید برم اونجا سرکشی کنم. میریم اونجا هم فال هم تماشا. تو مرخصی بابا تیکه قرار نیست کار کنی که. شما برین حالتون رو ببرین، باشین برین اردوفر دیگه، حسابی بکش. شما نمیخواد بیایی، من خودم میرم برات میارم. سوالات فقط نیست تو، خیلی چیزا داره. یه دفعه آقا با افشارون اون شریکاشو آورده بود، ما رو هم آورده بود اینجا. من اصلا اونجا یارو رو میشناسم. یه چیزی اونجا دارن با نخود عربیه، خیلی باحاله، بذار اونو برات بیارم. من اصلا دنبال همین بودم که جهان شریک شه، چون وقتی شریک شه دل میسوزونه برای کار، بعد یه آینده پیدا میکنه، بهتر از که به سر چهارراهی وایسه. در زمینی که از اون دوتا چی باشم نمیاد، به خصوص از اون یارو. برای شما نگران نباشین، من و جهان دنبال همه کارا هستیم. الان هم یه سوله پیدا کردیم، توش یه سری دستگاست، اصلا شاید بتونیم اون دستگاه رو ارزون تر بخریم. دیدی میگم شریکش دل میسوزونه، یعنی چی؟ یعنی همین. من پیدا کردم. چه فرق میکنه، مهم دل سوزوندنه. نیما جون اینو تو کاسبی یادت باشه همیشه. بعدم واقعا ببین چقدر اردو دارن. من فکر میکنم میزدیم تو کار اردو سودش بیشتر بود. من برم از اون ببرم مامانو دردارم. سمونی که هم برم هم برس. میگم حالا چه کاری خونه رو عوض کنیم؟ بابا با همین پولی که براش مونده میتونه یه جایی رو پیش خرید کنه. چی میگی تو؟ مگه میشه با این پولا خونه خوب پیش خرید کرد؟ از این قفس تر میبریم توی قفس دیگه؟ در ضمن اگه از این محله بریم به نفع تو هم هست. چرا؟ خب یه شوهر خوبم گیر تو میاد. حالا کی خواست شوهر کنه؟ حالا وقتی پیش اومد هول کردی میبینی؟ من هیچ وقت هول نمیکنم. چرا؟ همین الان میزو دیدی هول کردی، تمومش کردی. خیلی خوب، راست میگه دیگه، تو هم اینقدر دهاتی بازی در نیار، پرش کن. تو برو برمیگردی میریزی. اونو بذار کنار، اونو بذار کنار. ببین این همون یارو است که بهت گفتم. البته اینا رو نبینا، انواع و اقسام داره اونجا. چرا خوشحال نیستی؟
امروز اومدیم اینجا خوشحال باشیم. بچه ها رو ببین، ببین چقدر خوشحالن، اردو ور میدارن، میخورن. به چه قیمتی؟ البته قیمتش رو همین غذا حساب میشه. برس قوله ها تو میگم. ما راجع به این صحبت کرده بودیم، کارگاه را بیفته سه سوته پولا رو پاس کردیم رفته. بعد من یه قول بهت دادم، گفتم پول حروم سر سفرم نمیارم و نمیارم. مدیون مردم نشیم. نه اون حواسم هست. پاشو پاش ما هم بریم اونجا. ببین میخوام بقیهشو بهت نشونم، کلی خوراکی اونجا هست آخه. اون یاروه رو میبینی؟ پیانو میزنه؟ میگن معروفه، اسمش فرهاده. نه اون فرهاد قبل انقلابیه، نه این مال بعد انقلابه. بعدم تو تلویزیون نشونش دادن. باش بریم ببینیمش. باشو. خیلی خوب. بینو بخور. بخور دیگه. جونم بخور. بالاخره خوردی. ترشه. من دستورشو میگیرم از این. تو شیرینشو درست کن برای بچه ها. ها؟ دیدی خندیدی. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. دست شما درد. برو باشا. دست شما درد نکن. خداحافظ شما. با اجازه. ببخشید بچه ها. با دست شما درد نکنه. ممنون. میگم محیطش خوب بودا. فکر میگم هفته یه بار بیایم همینجا. خب چقدر شد الان صورت حسابش؟ چه فرقی میکنه دیگه، از الان به این فکرها نباش. بچه اون درم یواش ببندید.